دولت خودش رو موظف می‌داند که از حقوق تک تک ایرانی ها در هر کجای دنیا باشن در حد توانش دفاع بکنه و صیانت بکنه. معرفی مزیت هامون به اونها بتونیم از این پتانسیل در توسعه اقتصادی کشور بهره بگیریم. مجموعه ای از فعالیت های مشترک علمی رو با هم انجام بدن. عزیزان ما بیان ببینن، سطح علمی رو ببینن. این سخنان در واقع چکیده همایش اول ایرانیان خارج از کشور بود و حال امروز نیز ایرانیان خارج از کشور تحت هر عنوانی، چه دکتر و مهندس، چه تاجر و سرمایه گذار و چه هنرمند و مبلغ، که دوباره یاد وطن کرده بودند، در همایش دوم هم از غربت و هوای وطن گفتند. خانگ من، بانگ من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران می نمد، بیش را خالی ز شیران می نمد. دکتر فرخ سعیدی، جراح ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد، ایران را اینگونه توصیف کرد. ما پیشرفت داشتیم، باور بکنید یا نکنید، ما روی پای خودمون ایستادیم و پیشرفت های درخشانی نائل شدیم. از 55,000 روستا در کشور به جز شمار معدود، همه جاده صاف، برق، آب، گاز، تلفن بهره‌مند هستند. بیش از 14,000 کیلومتر جاده صاف داریم. در بهداشت و درمان پیشرفت‌های چشمگیری شده است که من شاهد و ناظر آن هستم. اما همه این پیشرفت‌ها بدون مستشاران خارجی انجام گرفته است. ما خودمون این کارو کردیم. اما این برنامه یک سخنران پیشبینی نشده هم داشت که شاید سخنانش اوج بیان احساسات تمام ایرانیان خارج از کشور بود. از کجا میای؟ دوست دارم بگم از ایران میام. اول اگه بگه اسم چیه، دوست دارم بگم ایرانی. بگه فامیل چیه، بگم بازم ایرانی. چون اصلا اسمم و فامیلم ارزشی نداره. باید رئیس جمهور مملکت ما بدونه، رهبر ما بدونه، درست 8 ماه پیش یک قرارداد 8.5 میلیون در یکی از معتبرترین بانک‌های اروپا داشت بسته می‌شد. منم که یک وسیله‌ای هستم داشتم اون رو امضا می‌کردم. خدا شاهده میتونم اون جلسه رو چیزش رو نوشتم، چون 3 نفر دوای بودن. کوچکترین توهینی که به این عزیز کردن، خدا شاهده اون قرارداد امضا نکردم. به شرف انسانی اون قرارداد امضا نکردم. در همایش امروز البته فقط ایرانی ها نبودند. این همایش مهمانان خاص خارجی هم داشت، از جمله پروفسور ریچارد فرای از آمریکا و جورج گالووی نماینده مجلس انگلیس. اسرائیل تعداد بیشتری از قطعنامه ها را نقض کرده است. اسرائیلی که امتناع می‌ورزد از پیوستن به NPT، معاهده عدم گسترش سلاح‌های اتمی، و اسرائیلی که امتناع می‌ورزد از این که مالک صدها کلاهک اتمی و تکنولوژی موشکی و از طرف آنچه که به نام جامعه بین المللی نامیده می شود مجازات نمی شود، تهدیدم نمی شود، بلکه جایزه به او می دهند، پول و پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک. اما از رئیس جمهور بشنوید که وقتی پشت تریبون آمد، به علت ابراز احساسات ایرانی های ساکن کشورهای خارجی تا دقایقی نتوانست صحبتش را شروع کند. آقای احمدی نژاد با دیدن و شنیدن این همه ابراز احساس هموطنان مقیم خارج، صحبتهایش را این گونه آغاز کرد. ایران یعنی عشق، ایران یعنی عدالت، ایران یعنی برادری، ایران یعنی انسانیت، و هیچ یک از اینها مرزی نمی‌شناسد. هر جا که انسانیتی هست، هر جا که فرهنگ و تمدنی هست، هر جا که عشقی هست،
و عدالت خواهی و آزادگی هست، اونجا نام ایران با افتخار حضور دارد. آقای احمدی نژاد، سپس به صحبت‌های پروفسور فرای آمریکایی که یک ایران شناس است و وصیت کرده تا پس از مرگش در اصفهان دفنش کنند اشاره و از او دعوت کرد در ایران بماند. من می‌خوام از این احساس تشکر کنم، اما می‌خوام یه چیزی اضافه کنم. آقای دکتر، آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران می‌خوایم. بنابراین از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه، هر مقداری رو که بخواید در اونجا در خدمتتون هست. و از اون عزیزی که اون ایرانی فرزند ایران که در جایی که شاید جز خدا کسی شاهد نبود از عزت و شرف ایرانی دفاع کردند، من صمیمانه تشکر میکنم. رئیس جمهور در جمع متخصصانی که اکثرا از اروپا و آمریکا آمدند به جفسازی های آمریکا و چند کشور غربی اشاره کرد و گفت یه دونه، صد تا، هزار تا، چند هزار تا. دولت آمریکا اخیراً خودش گفت 5100 خورده ای، البته کسی نشمرده، کسی ندیده، خودشون میگن. مجموع اینهایی که بد اخلاقی میکنن با ما بیش از 20,000 بمب اتم دارن. آیا شما واقعا با داشتن 20,000 بمب اتم از یه بمب اینقدر نگرانید؟ از سه حال خارج نیست، یا دروغ میگید، یا خیلی میترسید، یا آدم های دروغگوی ترسو هستید، یعنی دوتاشو با هم دارید. اما منوچهر متکی، وزیر امور خارجه که وظایف روشنی در رسیدگی به امور ایرانیان خارج نشین دارد، یکی از سخنرانان مراسم بود و از ضرورت تشکیل شورایی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور گفت. متکی گفت با شکل گیری شورای عالی توانستیم به طور منسجم مشکلات هموطنانمان در اقصا نقاط جهان را برطرف کنیم. ملت بزرگ ایران هست در جای جای جهان، برای ما افتخار بزرگی است.